سلام بر شما، به برنامه آخر خط از دور خوش آمدید. آمادگی ها برای برگزاری نشست اسلو با محوریت افغانستان، آیا این آخرین تلاش غرب در قضیه افغانستان است؟ رسانه های پاکستانی گزارش دادند که قرار است نشست با محوریت افغانستان با حضور مقامات ارشد کشورهای غربی در ماه جون در اسلو پایتخت نروژ برگزار شود. هدف از برگزاری نشست گفتگو پیرامون وضعیت فعلی افغانستان و بررسی تحقق وعده های حکومت سرپرست به جامعه بین الملل گفته شده است. در کنار این گفته می شود که این نشست به عنوان آخرین فشار جامعه بین المللی برای دستیابی به راه های ادامه تعامل با حکومت سرپرست برگزار می شود. تا کنون مشخص نشده که در این نشست از حکومت سرپرست نیز دعوت می شود و یا خیر. گفتنی است که هنوز از تاریخ دقیق برگزاری نشست نیز مشخص نشده است. این در حال است که حکومت سرپرست همواره گفته که برگزاری نشست ها در پیوند به افغانستان و بدون حضور نماینده امارت اسلامی نتیجه ای را به دنبال ندارد. حال پرسش این است که آیا نشست اسلو می تواند برای وضعیت افغانستان راه حل جستجو کند؟ آیا این نشست آخرین تلاش غرب برای دستیابی به راه‌های ادامه تعامل با حکومت سرپرست است؟ نبود نماینده حکومت سرپرست چقدر بر نتیجه نشست تأثیر دارد؟ و در نهایت آیا کشورهای منطقه و جهان با حکومت سرپرست به گونه رسمی تعامل می کنند؟ این و چندین پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث میپرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان دکتر نوراحمد خالدی، تحلیلگر مسائل افغانستان از استرالیا، و آصف مبلغ، پژوهشگر در دانشگاه آقدینیز ترکیه، را از همین کشور از طریق اسکایپ با خود داریم، و آقای برنا صالحی، آگاه روابط بین الملل، در استودیو حضور دارند. آقای خالدی، چه فکر میکنید؟ نشست ها برگزار میشه از قطر گرفته تا کشورهای همسایه، ولی نتیجه را همیشه به دنبال نداره و با یک پخش اعلامیه همچنان درد مردم افغانستان دوا نمیشه. چه فکر میکنین؟ آیا نشست اسلو میتونه که درد مردم افغانستان را دوا بکنه؟ سلام محترم، سلام به مهمانای شما، سلام به بیننده های شما. کنفرانس اسلو معلوم است چه وقت شروع میشه؟ تاریخ 13 جون آغاز میشه و در کنفرانس اسلو معلوم است که دولت نروژ از حکومت طالبان رهبرش دعوت نکرده. این واضح است، از رهبرش دعوت نکرده، فقط گفته که ما از دولت طالبان تنها دیپلمات های وزارت خارجه شان میتونن اشتراک کنند. یعنی حتی وزیر خارجه را اجازه نمیتن، اما دیپلمات ها این به خاطر عزیز که طالبان را یک جزا داده باشند. برای عزیز که اگر به خاطر داشته باشین، همچی یک جلسه در تاریخ در ماه جنوری 2022 در اسلو در نروژ دایر شده بود که در اون متقی اشتراک کرده بود، حقانی اشتراک کرده بود، یک چند نفر دیگه از رهبرشان اشتراک کرده بود و حتی از جامعه مدنی افغانستان هم خانم ها و آقایان رفته بودن، از جمله خانم محبوب سراج رفته بود از کابلیا. در او جلسه طالبا وعده ها و وعید های دادن به جامعه بین المللی. در او جلسه اسلو نماینده های کشورهای غربی به شمول تاماس ویس نماینده امریکا اشتراک داشت و جلسات اختصاصی را تشکیل دادن طالبا با هیئت های کشورهای مختلف و همچنان با هیئت نماینده های سازمان هایی که کمک می رسانند به افغانستان با جلسات داشت، حتی با کسایی که از افغانستان رفته بودند با و دیاسپورای از خارج از افغانستان رفته بودند در اینجا اشتراک داشتند، با او جلساتی داشت. وعده ها و وعید های داده شد از طرف طالبان، از جمله من اینجا سند پیشم است که رئیس اداره ریفیوجی یا مهاجرین نروژ اعلان کرد در زمان که طالبان بر ما وعده واضح دادن که این وعده در جنوری بشنوید، در جنوری سال 2022 پارسال است، وعده دادن که در ماه مارچ امو سال، یعنی وقتی که مکتبا باز میشه، مکتبای تمام دخترها باز میشه، مکتبای ثانویان باز میشه، ابتداییان باز میشه، همچنان در پوانتونا دخترها میتونن دوباره خانمها پس برن پوانتون. یعنی این وعده را طالبا در اون جلسه داده بودن. جلسه که تازه دایر میشه در اسلو در 13 امی ماه جون
و در اونجا ما کوشش میکنیم. بحث ما رئیس افتخاری شورای جهانی افغانای خارج از کشور هستم. ما کوشش میکنیم که ما هیئتی داشته باشیم در اون جلسه اشتراک کنه. من امروز همراه یک تعداد از همکارای ما که در نروژ هستن صحبت میکردم تلفنی که ما باید در این جلسه راه پیدا کنیم تا صدای مردم افغانستان برسانیم به گوش از طریق نمایندای طالبان کجا میاد دیپلماتاشان رسمی به سطح جهانی هم به سطح برای دولت بر مقامات طالبان برسانیم. و ما برای کار یک هفته پیش جلسه کلان داشتیم از 122 نماینده از انجمنها و سازمانهای مختلف افغان ها در سراسر دنیا اشتراک کرده بودند، حتی از افغانستان هم افغان ها اشتراک کرده بودند که در او یک سلسله فیصله شد که وضع کنونی در افغانستان ارزیابی شد و مشکلاتی که وجود داره، نارسایی‌هایی که وجود داره، این ارزیابی شد، بیرون نویس شد که ما می‌خوایم اینمی ارزیابی خود به جامعه جهانی تقدیم کنیم رسما در جلسه اسلو. کوشش خواهیم کنیم اگر ما رو اجازه دادن خوب در غیر از اون اعلامیه خواهیم نشر کرد. بله، چقدر خوشبین هستین آقای خالدی به این نشست که قرار از برگزار شما، یا میتونه که یک چالش افغانستان را حل کنم؟ نه، من هیچ خوشبینی ندارم، بلکه اینکه انتظارم نمیره، بلکه اینکه کسایی که در اونجا از طالبان میرن فقط دیپلمات هستن، وظیفه‌شان این خواهد بود که بشنون، یادداشت بگیرن و برن بر دولت خود بگوین که چی گپ است، در دنیا چی میخواین، مردم دنیا چی میخواین و کدام وعده و ایده ها را شما داده بودین تو انجام ندادین. یعنی گوش بگیرین، جامعه جهانی در ظرف در سال گذشته به اندازه 3.7 میلیارد دلار به حکومت طالبان کمک کرده، یعنی به دولت به افغانستان پول 3.7 میلیارد دلار پول سرازیر کرده. این پول هر هفته دلاری میآید و این به در افغانستان در اقتصاد افغانستان تزریق میشه. ای به خاطر چیست؟ به خاطر اینست که طالبان حداقل شرایط جامعه جهانی را قبول کنه. این پول هنگفت است، 3.7 میلیارد دلار. او ای اگر قطع شود بالای طالبان روزگار از یابسر خراب میشه. از این خاطر ای در این جلسه هنا ربانی معاون وزیر خارجه پاکستان و آصف درانی که نماینده پاکستان بر افغانستان است فردا میرن به سویدن، میرن به نروژ، میرن که در کنفرانس اشتراک کنن. آقای خالدی چه فکر میکنین که اگر قرار از شما به عنوان نماینده در این نشست اشتراک کنین، خواست شما چه خواهد بود؟ خواستای تکراری جهان که حکومت فراگیر، مکاتب و حقوق زنان است، و آیا فراتر از این از قسم که آقای مبلغ اشاره کرد که خواست ما تنها باید آموزش و این گزینه ها نباشه؟ محترم، قبل از اینکه من به سوال شما جوابتون میخوایم میره ارز کنم که من نفهم که چه اطلاع دارین، یعنی جلسه تازه در قندهار صورت گرفت بین هیبت الله امیر المومنین طالبا و صدر اعظم قطر، از این چرا که صحبت نمیکنه؟ این جلسه صورت گرفت و صدر اعظم قطر نتایج جزیره به امریکا اطلاع داد که به اصطلاح بالاخره ای جامعه بنونی تصمیم گرفت که از زبان خود چیز بشنوه، از خود رهبر طالبان بشنوه که یا چی میخواهند چی گونه، برای اینکه این کسای دیگه که میرن صحبت میکنن متقی یا حرف از یا دو پیسه اعتبار نداره. این حرف از یا را به بسیار سادگی هیبت الله چی ویتو میکنه. بله آقای خالدی، جزئیات دارین که در این ملاقات که در قندهار صورت گرفت توسط نخست وزیر قطر، آیا چی چیزهای مطرح شد بین دو طرف؟ خواستها چی بودن؟ خب او را خب ما شما نمیفهمیم و این نتایج هم نمیفهمیم، برای اینکه نه طالبان این مورد اعلامی نشر کردن و نه از طرف دولت قطر اعلامی نشر شد و نه از طرف امریکا. اما خب تو جلسات صورت گرفته که جامعه غرب باید آل در
شرایط بهتری از لحاظ دانستن ازی که موقف داره و چی هست باشه. سوال شما در مورد ای که در جلسه ناروی چی باید مطرح شود از طرف افغانهای جامعه مدنی افغانستان، از طرف افغانهای خارج از کشور، از طرف دیگه کسا، چند موضوع است. اول یکی خلای قانونی در افغانستان وجود داره. در افغانستان فعلا معمی چند لحظه پیش کسی برای من یک ویدیو روان کرده بود، کوتاه کلیپ که در اون برای من نشان میداد در کامجای محکمه صحرایی شده بود و یک جوان را میدادن با چوب میزدن در بین او سرش چیز میکردن، داخل میکردن، بیرون میکردن. ای یکی از اینمی نشانه های یک دولت، یک نظام است که او نظام نه اصول داره، نه قوانین داره، نه برای ما همیش میگن طالبان در جلسات مختلف که ما در تلویزیون اشتراک میکنیم، نماینده ها میگن که بیا کابل. او برادر، ما با کدام احترام، با کدام قانون بیایم در افغانستان؟ کدام قانون از ما حمایت میکنه؟ هیچ قانونی وجود نداره که از حقوق افراد حمایت کنه. شما قوانین گذشته را، قانون اساسی را یا قبول ندارن، تمام قوانین دیگه که در افغانستان حاکم بود، نافذ بود، وابسته به قانون اساسی است. بنابراین ما در خلای قانونی قرار داریم. یکی دیگه ای که مردم در داخل افغانستان، چی 8-9 میلیون افغانی که در خارج از افغانستان وجود داره، هیچ سهم، هیچ نقشی، حتی مشورتی برای مقامات طالبان ندارن. امید ای بود که حداقل مقامات طالبان اداره های مشورتی تکنیکی ایجاد کنه که از افغانهای متخصص، کادرها یا استادها یا دعوت کنه که با او در مسائل تکنیکی غیر سیاسی مشوره بده. همین کار هم نکردن. ما میبینیم که در هر جایی که حتی یک مدیریت است، یک ملا مدیرش است. ما نمیگیم از طالبا، وقتی ما حکومت با قاضی بزرگ میگیم یا مشمول میگیم، منظور ما نیست که ما امی چارکلای قبلی که در حکومت بودن در جمهوری یا شما دوباره دعوت کنین که همراه شما شریک شون. نخیر، ما هدفی است که طالبا قدرت سیاسی را گرفتن، قدرت سیاسی را نگه دارن، پیش خود نگه دارن. اما در اداره دولت مردم سهم بتن، در اداره دولت باید غیر مسلکی باشه. ما غیر از ملاق قشرهای مختلفی در جامعه داریم. آقای خالدی، اعضای حکومت سرپرست همواره تاکید بری داشتن که آنهایی که در کابینه از تخصص دارند در ورسه و تا جای هم کسایی که در مامورین حکومت گذشته بودند، حدود 70% اونا حضور دارند. نه، او حضور دارند، اما در مقامات رهبری نیستند. شما در هر جایی که میشنوین مدیر گمرک فلان جای ملاس فلانی، سارنوال فلان جای ملاس فلانی، مامور مالی فلان جای ملاس فلانی، این معنای زیر داره که این مردم طبعا یا خود ضرورت دارن که ماشین دولت بچرخه، برای او کار خود ضرورت دارن با مردم عادی. سپاس برمیگردم آقای خالدی. تشکر آقای. یکی ببخشید، موضوع مهم دیگه همین تبعیض جنسیتی در افغانستان است. جامعه بین المللی عالمی خواهد، من بتونم این را عرض میکنم واضح که موضوع تبعیض جنسیتی را به یک قانون بین المللی مبدل کنه. بله، برمیگردیم در این باب صحبت میداشته باشیم آقای خالدی، که بالا از او بتونه طالبان را محکوم کنن که شما تبعیض یا اپارتاید جنسی را در افغانستان قطع کنید. شست اسلو می تواند برای معضل کنونی افغانستان راه حل جستجو کند؟ به نام خداوند بزرگ. با عرض سلام خدمت شما مهمانان گرامی و بینندگان محترم تلویزیون نور. ببینین، من فکر نمی کنم که ای همونطور که شما گفتین آخرین نشست یا آخرین تلاش یا آخرین فشار جامعه بین المللی یا کشورهای غربی به خاطر قانع کردن طالبان یا به نحو به او راه و ردیف آوردن طالبان که منظور جامعه بین المللی است که عبارت از پذیرش خواستای ایشان به واسطه طالبان بوده باشه تا باعث شود که تعامل میان دو طرف به وجود بیاید،
بوده باشه. یعنی من فکر میکنم در سلسله نشست ها، تلاش ها، فشار ها و گفتگوهای جامعه بین المللی به خاطر ساختن یک معیار یا پیدا کردن یک میکانیزمی که بتانه میان حکومت سرپرست در افغانستان و همونطور جامعه بین المللی یک تعامل را به وجود بیاره که او تعامل اگر به صورت صریح و روشن باعث شناسایی حکومت سرپرست در افغانستان نمیشه، حداقل زمینه ها و فرصت های را برای مردم افغانستان به وجود بیاره که مردم حداقل بتانن با خاطر آرام و به شکل در مسیر که ایجاب میکنه یک ملت در قرن 21 به صورت حداقلیش را داشته باشه برسه. در حال حاضر شما میبینین افغانستان در انزوای بین المللی به سر میبره، در داخل هم حکومت فاصله مناسب با مردم نداره و مردم هم تصور میکنن در یک بنبست گیر ماندن که یک چشمانداز برای فردا و آینده پیش رویشان دیده نمیشه. حکومت به سمت قانونمند شدن و یک دولت با قاعده های وسیع که شناسایی بین المللی را به دست بیاره به او سمت پیش نمیره. فکر میکنم که نشست که قرار است در اسلو برگزار شوه یک تلاش باشه در ادامه سایر تلاش ها و نشست ها، نه آخرین تلاش، آخرین فشار یا آخرین کنفرانس، به خاطر ای که اگر یک شناسایی دائمی برای طالبان به وجود نمیاد برای مردم افغانستان یک زمینه زندگی فراهم شود. ببینین در این شک نیست وقتی که ما از 15 اگست 2021 وقتی که دوباره طالبان روی قدرت میآیند تا امروز هرچند عده تصور میکنند که هیچ پیشرفتی در هیچ زمینه میان جامعه بین المللی و حکومت سرپرست در افغانستان به وجود نیامده یا طالبان، فکر میکنم یک مقدار بدبینانه باشه. این قطع نظر از سایر جهات و جنبه هایی که وجود داشته، تمایل دو طرف حداقل هنوز که هنوز است برای گفتگو، برای صحبت، برای پیدا کردن یک رای حل یا برای یک مسیری که بتانه هم به شکل از اشکال یک سری از خواستای جامعه بین المللی در افغانستان جامعه عمل بپوشه، هرچند که تا حالا نپوشیده، و همونطور ارزش هایی را که طرف افغانستان فکر میکنه که به خاطر از او جنگیده یا طرف طالبان باید به او ارزش ها احترام گذاشته شوه و در چارچوب نمی حاکمیت به رسمیت شناخته شوه از طرف جامعه بین المللی، دی ارس و زمینه ها من فکر میکنم داره کم کم تمکین از دو طرف صورت میگیره، نه ای که یک طرف تمام خواستای طرف دیگر قبول کرده باشه. بناهن من فکر میکنم که به مرور زمان در تداوم این گفتگوها و نشست ها ما به یک نقطه خواهیم رسید، اگر نه به صورت ایدئال یک حکومت مانند جمهوریت در افغانستان به ذوق جامعه بین المللی به وجود بیاید، ناچار می سازه طالبان را تا از انزوای موجود به شکل به یک سری از خواستای دنیا که حداقل اینمو عرصه حکومت همه شمول باشه یا به نحو پرداختن یا پذیرفتن حقوق تحصیل برای خانم ها و حق کار در یک محدوده معین طالب ها را وادار بکنن. آقای صالحی، خب به نظر ما طالب ها به این نتیجه رسیدن که مشکل اساسی تا هنوز در افغانستان مشکل ایالات متحده امریکا است. اگر با امریکا
بتانن به توافق برسن، میتونن که کشورهای منطقه به شمول چین را اینا وادار به ای بکنن که طالبان را من حیث یک دولت به رسمیت بشناسن. در غیر از اون به او اساس است که نشست های هرزگاهی که در قطر صورت میگیره حالا هم در اسلو، من فکر نمی کنم که پشت سر از این نشست ایالات متحده آمریکا نبوده باشه، ولی ای به معنای ای که از طالبان ایالات متحده آمریکا بتانه باز در برابر این کشور آن کشور در کوتاه مدت استفاده بکنه، چنین یک چیزی را محتمل نمیدانم، به خاطر که قبل از هر چیز طالب ها تا زمانی که خود را در افغانستان تثبیت بکنن حداقل یک دهه زمان میبره. آقای مبلغ، چه تحلیل دارین شما که نشست ناروی چیگونه نشست خواهد بود؟ آیا مانند نشست های دیگه در پایان اعلامیه پخش خواهد شد و خواستار حکومت فراگیر از حکومت سرپرست خواهد بود؟ با سلام خدمت شما و بینندگان محترم شما، تشکر و همچنین مهمانای عزیز حاضر در بحث. وضعیت منطقه بسیار بحرانی هست. من فکر میکنم بحث جابجایی جغرافیا هست، بحث تغییر دموگرافیک جمعیت در منطقه هست. بنابراین آنچه که در دوحه امضا شده با لابیگری خلیلزاد و با قانع شدن دستگاه حاکمه ایالات متحده آمریکا در معامله که با طالبان صورت گرفته، طالبان امروز لشکر نیابتی آمریکایی هاست. در این قضیه اروپایی ها چقدر دخیل هستند؟ من فکر میکنم که شرکای اروپاییش را آقای خلیلزاد و آمریکایی ها خیلی در جریان این معامله ها قرار ندادند و منطقه هم تازه داره متوجه میشه که چه کلاه گشاد بر سر اونا رفتن و با یک نیروی نیابتی مواجه هستند که اینا یک تقسیمات را با آمریکایی ها انجام داده. آمریکایی ها گفته که ما با آرزوی دیرینه شما که تشکیل لوی پشتونستان باشه کمک میکنیم، در داخل عمران خان را هم داریم. علاوه علارغم اینکه عمران خان را میگن مخالف آمریکایی ها هست با اوکراین را فلان، عمران خان یکی از عمال آمریکا بود و هست و در تازه منطقه می فهمه که دومینوی تغییر جغرافیا به بلوچستان ایران هم سرایت خواهد کرد. تازه متوجه میشن که کانال خوشتپه بحث جابجایی دموگرافیک جمعیت هست. تازه دارن کشورهای آسیای میانه به شمول ترکمنستان و ازبکستان می فهمن که داستان چی هست. بنابراین در اسلو کسانی که از طرف مردم افغانستان شرکت میکنه سطح توقعات مردم افغانستان را و باز شدن مکتب دختران تقلید بدن. این بازی بسیار نخنما است. مردم افغانستان برای تغییر ساختار قدرت خون دادن. امروز در معامله با آمریکایی ها اگر همون هژمون طلبای سابق آمده حاکم شده، کشورهای اروپای جامعه بین المللی، کشورهای منطقه‌ای اگر میخواهد که در افغانستان ثبات بیاید بر اساس واقعیت‌های افغانستان باید تصمیم بگیره. ایه که فردا ملا هبت الله پیام بده که مکاتب دخترانه باز شد، افغانستان گل و گلزار شد، نخیر، یک چنین چیزی نیست. ما با کوچهای اجباری روبرو هستیم، ما با تغییر جغرافیای مرزی در منطقه روبرو خواهیم شد، ما با تغییر دموگرافیک جمعیت روبرو خواهیم شد، ما با یک حکومت تک قومی، تک زبانی، تک مذهبی و توتالیتر که به اصطلاح بنیادهای فکریش را از دیوبند میگیره مواجه هستیم. این برای مردم افغانستان و برای منطقه و برای نظام بین الملل به شدت خطرناک مبلغ. سپاس. آقای مبلغ، چه فکر میکنین فراتر از حکومت همشمول، نقض حقوق بشری و همچنان رعایت حقوق زنان، فراتر از این چه خواسته است که در نشست ناروی مطرح شود؟ خب، خواستای مردم افغانستان مشخص است. آرزوهای تاریخی مردم افغانستان حداقل در 130 سال پسین تاریخ معاصر افغانستان به جای نشد. درست؟ مردم افغانستان مخصوصا اقوام دارای خواستهای مشخص است. خواستار تغییر ساختار قدرت است. ساختار ظالمانه قدرتی که حداقل در 150 سال اخیر
حقوق شهروندی ما، حقوق انسانی ما، حقوق به اصطلاح تبع بودن مرا در اونجا نقص کرده باید برگردانده شود. اساسات ملی ما بر اساس واقعیت‌های افغانستان باید تعریف شود. اینا خواسته‌های گریز ناپذیر و غیر قابل معامله اقوام در افغانستان است. برای اینا ما بیشتر از 150 سال مبارزه کردیم. از بزرگان را که ما در این راه شهید دادیم شما خبر دارید، از علامه سید اسماعیل بلخی، از بدخشی، از غبار، از کسان دیگه ای را که زندان رفتن، ماندن و شهید شدن، خون همه اونا در راستای یک مطالبه تاریخی بود و اون مطالبه تاریخی تغییر ساختارهای ظالمانه بود. این ساختار، ساختار قدرت را شامل میشه، اساسات ملی را شامل میشه، زبان را شامل میشه، فرهنگ ملی را شامل میشه، یک دگرگونی و تحول مبتنی بر واقعیت‌های افغانستان اگر در نظام ملی به وجود نیاید ما اون نظام را ملی نخواهیم دانست. اینه که بیاید و خواسته های ما را تقلیل بده با باز شدن مکاتب دخترانه، یا خواسته های ما را تقلیل بده به گفت دوست ما و شما به یک مامور از ما و شما بگیرم و اونم یک مامور تکنسیان که کار اونا را انجام بده، این خواست اقوام ما نیست. ما در طرح ریزی نظام جدید، در طرح ریزی و شکل بندی ساختار قدرت، در چگونگی انشا شدن قانون اساسی، در انشا کردن اساسات ملی باید سهم داشته باشیم، وگرنه همچنان نظام را نظام تک قومی، تک جنسیتی و تک زبانی میدانیم و در این نظام، این نظام هر قدر که مامور از اقوام دیگه هم در خود بگیره ممثل یک نظام ملی نخواهد بود. من همیشه تأکید کردم که حکومت فراگیر کلمه خوبی نیست، ما خواستار نظام ملی هستیم، یعنی نظامی که مشروعیت خودش را، اساسات خودش را، فقره فقره انشای خودش را از تمام مردم افغانستان میگیره، از تاجیک، از ازبک، از هزاره و از پشتون. اگر قرار هست برادرانه در کنار هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشه نسلهای بعدی ما، نسل ما خود سخت، نسلهای قبلی ما هم سختن بر سر سوداهای باطل، سوداهایی که هنوز هم متاسفانه امروز از پاکستانی ها قربانی میگیره، از ما قربانی گرفته در طول 150 سال اخیر، از پاکستانی ها هم قربانی میگیره، این سوداهای خام اگر همچنان در سر عده‌ای جریان داشته باشه نه صلح خواهد آمد. فرزندان ما هم مجبور هست که در جنگ، در برادرکشی زیست بکنه و چالاکای سیاسی که از توده پشتون بر با عنوان عسکر مجانی از این طرف دیورند و از اون طرف دیورند استفاده میکنه، در مقابل سرنوشت خلق عظیم پشتون مسئول هستند. الیت هایی که امروز صدای خود را در مقابل این سوء استفاده جلادان قدرت از توده پشتون صدای خودشان را خاموش نگاه کرده، در مقابل سرنوشت مردم پشتون ما مسئولند. شما پشتون ها را در تقابل با دیگر اقوام قرار میدین با این سوداهای باطلتان و این خطرناک خواهد بود. خالدی، حالا به باور آقای صالحی که باید جهان تعامل داشته باشه با حکومت سرپرست، چه فکر میکنین که در این نشست و نشست‌های بعدی که قرار است برگزار شود، جهان با وجود کارکرد حکومت سرپرست آیا به تعامل خواهد رسید؟ محترم، قبل بیشتری که من به سوال شما جوابتون، یک تفسیری کوتاهی میکنم در مورد سخنهای محترم مبلغ. من نمیدونم چرا آقای مبلغ تاریخ سیاسی افغانستان رو به 120 سال گذشته محدود میکنه. اگر مشکلاتی در این تاریخ سیاسی افغانستان وجود داشته، در این 300 سالی که افغانستان وجود داشته موجود بوده. ما دولت های افغانستان زمان احمدشاه ابدالی تا امروز تبارز اینمی نیروهای سیاسی داخل افغانستان، ترکیب دموگرافیکی مردم افغانستان، تبارز فرهنگ مردم افغانستان است. ما به طور مثال دولت مثلا تیمورشاه یا احمدشاه عبدالی یا بعد از او تفاوتی از لحاظ
عملکرد خود در مقابل مردم توده ها با دولت های مثلا قاجاری یا بعد از او یا پیش از اون نداشتن، همچنان دولت هایی که در سمرقند بودن یا نداشتن، یا کلشان همچنان در هندوستان خود دولت انگلیس ها حکومت میکرد. یعنی ما نمیتونیم در افغانستان یک جزیره از دموکراسی حکومت به اصطلاح جفرسونی امریکایی دموکراسی در اینجا می داشتیم در قرن 16 یا 17 یا 18. ما زاده شرایط و زاده مکان و زمان خود هستیم. ما بنابراین اگر ظلم وجود داشته، ما قبول دارم که دولت ها مستبد بوده از روز اول تا آخر. ما در اینجا دموکراسی نداشتیم. یگان دموکراسی که در افغانستان ایجاد شد مشروطیت اول و مشروطیت دوم و بعدا دهه دموکراسی زایشا، هیچ چیزهای بسیار مثبت است در تاریخ افغانستان که نقش بسیار مهمی در تکامل فکری جوانای ما، مردم ما و سیاسیون امروزی ما داشته. ما این رخ نمیتونیم که سر همش خط بطلان بکشیم که اینجا پشتون پشتون ها حکومت میکردن همه چیز خراب بود. ما اینمی حکومت هایی که وجود داشته زاده اونمو فرهنگ و زمان بوده، زامن زاده تشکل دموگرافیکی مردم افغانستان بوده و حتی امروز همین خود موجودت طالبان به قدرت رسیدنشان زاده شرایط فعلی افغانستان است. ما اگر در افغانستان مشخصا آقای بود خالدی که با پرسش اگر بیایم که به سوال شما میایم، بله، ای که ما در افغانستان و یک دولت داریم که معجون مرکب است، یک منحصر به فرد است. در هیچ جامعه جهانی هیچ دولتی وجود نداره که قانون اساسی نداشته باشه. امی دولتی که تو ایجاد شده یا امی حکومت سربست آبلو از روز اول تا به امروز حتی یک خط مشی سیاسی را اعلان نکردن. کلگ انتظار داشت وقت هیبت الله میره در جلسه ملاها در جلسه عمومی که دایر کرد خط مجلس سیاسی دولت ها اعلان میکنن، نکرد. او چیزایی گفت که به مردم مشکلات خودش بود با ملاهای خودش. در قسمت برنامه آقای خالدی، آقای صالحی به این نظر است که حکومت سرپرست برنامه مشخص را دارد تا آنجایی که باید به تعامل برسه که برنامه های خود را پیاده بکنن. من می عرض میکنم این دولت هیچ تا دو سال میشه یا خطوط اساسی اعلان نکرده که در ساحه حقوق مدنی چی سیاست داره، حقوق جزایی چی گپ است، کدام قوانین قابل اجراست، در قسمت حقوق و آزادی های مردم چی نظر داره، در حقوق زنا، در حقوق مردم چی، یعنی هیچ در هیچ زمینی اعلان نکرده، نه اقتصادی، نه فرهنگی، نه اجتماعی. بنابراین این یک خلای بزرگی وجود داره که یا از طریق لوی جرگه ای باید چیز شود، یا از طریق انتخابات، یا از طریق رفراندوم، هر راهی که طالبان برشان مؤثر است، این راه هایی که در دنیا وجود داره، این راه ها است. یا باید چیز یک قانون اساسی ایجاد کنن با مزعم خود مردم نمانده های مردم بخواین که او سرزی بحث کنن، یعنی سهم دادن مردم در لازه حتی مشورتی یا جای نمیتن مردم هم. همین خود دولتی که وجود داره معلوم نیست که همین گروپ رهبری از یا کی ها هستن و ای به نیهایت رو کدام اشخاص مشوره میتن. این نقش حکومت که در کابل است چیز آلیا میخوان که حکومت در قندهار تشکیل کنند. خالدی دو دقیقه فرصت داریم، رای حل چی است؟ چه باید شود؟ باید مردم افغانستان در اداره دولت افغانستان سهم داشته باشند. رای قانونیش موجودیت یک قانون اساسی است در افغانستان. قانون اساسی دوره جمهوریت یکی از بهترین قوانین اساسی در سطح جهان بود. ما کوشش باید باشه که این قانون اساسی دوباره اعاده شود. ما و مردم در اداره دولت سهم بگیرند. حقوق مدنی مردم اعاده شود. حقوق سیاسی مردم اعاده شود. ما یک دولت مستبد مذهبی را نمیتونه مردم افغانستان تحمل کنه. ای دولت نه چون به هیچ اصول مستولی بر اسلام مبتنی نیست.
و نه دموکراتیک است. بنابراین ای فعلا فقط به زور سرنیزه حکومت نیست.